حسن روحانی ظرف یک هفته اخیر هم وزرای پیشنهادی تیم اقتصادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و هم اصول کلی برنامه های اقتصادی دولت خود را منتشر کرد نیمی از هشت وزیر پیشنهادی اقتصادی حسن روحانی در دولت های پس از انقلاب سمت وزارت داشتند خبرگزاری های داخلی از قول کارشناسان و لزوم تغییر تحولات اساسی در ساختار اقتصاد ایران تاکید دارند و در این حال با اشاره به اینکه وزرای پیشنهادی اقتصادی حسن روحانی کاردامه مشخصی دارند حضور آنها را نه تنها اتفاق جدیدی نمیدانند بلکه آن را عقبگرد در اقتصاد ارزیابی می کنند اصول کلی برنامه اقتصادی حسن روحانی شامل کاهش تورم، مهار بیکاری، کاهش فقر، و گسترش عدالت اقتصادی است در این برنامه اقتصاد حوزه‌ای موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم تعریف شده و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در گروه کارآمدی اقتصادی توصیف شده است حسن روحانی در حالی بر مسند قدرت می نشیند که بر اساس آمار رسمی رشد اقتصادی ایران صفر و یا منفی است نرخ رسمی تورم از مرز چهل درصد عبور کرده و نرخ رسمی بیکاری بیش از دوازده درصد است با وجود آنکه اقتصاد ایران در منگنه تحریم های بین المللی قرار دارد و این تحریم ها درامت های نفتی ایران را به شدت کاهش داده میزان وابستگی بودجه به نفت نه تنها کاهش نیافته بلکه غیر شفاف بودن آن سبب شده تا ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی بر غیر عملیاتی بودن بودجه امسال تاکید کند در چنین اوضاع و احوالی حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود گفته در طول صد روز اول دولت وی وضعیت واقعی اقتصاد کشور را برای مردم اعلام خواهد کرد وفا زربهاری صدای آمریکا